این نخستین باری نیست که پیروان مذهب تشیع در افغانستان آماج حمله انتحاری قرار میگیرند زیارت کارت سخین نیز چند پیش شاهد حمله مرگباری بود و قبل از آن حمله انتحاری بر مظاهره کنندگان جنبش روشنایی نیز ده ها کشته بر جا گذاشت. رشته این حملات به کجا می رسد و در پیامدهای آن نفیکی ها نهفته است. این نکات را با زکریا خان زکریا نماینده مردم کابل در ولیسی در میان میگذاریم که همین لحظه مهمان برنامه ما هند آقای زکریا سلام بر شما خوش آمدین توری که شنیدیم طالبان دست داشتند این حمله را رد کردن گروه های دیگر همچو دایش یا لشکر جنگوی پاکستان که دست به چنین حملات می زنن. در پی چی می باشند؟ هدفشان چیست؟ سلام به شما سلام به بینده تلویزیون شما هدف اصلی دشمن ایجاد تشویش رعب و ترس است آرامش مردم ها به هم میزنند و به گونه از مردم بیگناه افغانستان انتقام میگیرند و این حرکت ها نه تنها تلفات جانی داره بلکه تاثیرات روانی بر شهروندان کابل بسیار عمیق است بسیار اثرگذار است حتی مسئلین و پانتونا نمیتونن برای یک روز دو روز یک هفته درس بخونن مردم از کار عادی خود منصرف میشن روان مردم پریشان میشه به طور کل یک جنگ نظامی یک جنگ مسلحانه است که در تاثیرات بسیار روانی بر پیکر جامعه کابل و شنیشنان کابل داره خب دایش که گفته میشه در افغانستان نفوذ اندکی داره چند پیش در مناطق شرقی سرکوب هم شد با آن هم اگر حمله امروز کار دایش بوده باشه بیانگر چی بوده میتونه گسترش نفوذ دایش در افغانستان یا تلاش مذهب شان در آخرین روزهای وجودشان در افغانستان کدام یکی؟ تا هنوز تصبیت نیست که دایشی کار کرده اما افراتیت با ما فرق نمیکنه که با کدام فرم و ورژنش باشه افراطیت و بنیادگیرایی ایدولوژی تعصب بار یکسان بر ملت مظلوم ما تعمیل میکنه چهار سال سه سال قبل به عبادتانی خانه ابوالفضل به مردم مظلوم در آشورا حمله شد او وقت خود اثری از داعش نبود و ما میبینیم که بار بار به با مردم مظلوم اهل تشیع حملات یکسان اجرا میشه خب این خودش آقای نو... عمل روسیه چند بار پذیرفته که با طالبان تماس های برقرار ساخته و گویا هدف از این تماس ها تلاش مشترک برای سرکوب داعش بوده از نظر شما روسیه و طالبان میتونن که پدیده داعش در افغانستان را خاتمه ببخشن و سرکوب بکنن؟ و عقیده ما داعش در افغانستان جای پای باز نخواهد کرد اما تبانی و وحدت طالب با روسا امکان نزیر مساید میکنه که افغانستان تجزیه شود بران ما نگران از ازی هستیم که اگر روس روس به خاطر ایجاد صلح و خاطر آوردن صلح در افغانستان تلاش میکنه صلح یک امر نیک است اما اگر در وحدت و تبانی با طالبا میخواهد جبهه را باز کنه که وضعیت سوریه در افغانستان تکرار شود این بسیار زیان آور و خطرناک است و در سر کارهای طالب خدا نکنه که کشور ما تجزیه شود خب گروه های افرادگرای غیر دایش مثل گروه جنگوی و سپاه صحابه و غیره که در پاکستان مستقرند از گسترش جنگ های فرقوی در افغانستان چه سودی خواهند برد؟ اینا سابقه جنگ های فرقوی را در پاکستان دارند و ما دیدیم که در پاکستان در مراسم اهل تشیع و اینا مداخله کردن مردم کشتن انتحار صورت گرفته و این شیوه به گونه به هم به طالب و هم به اینا یک میراث بد انتقال دادن و اکرت مظلوم اهل در افغانستان دولت افغانستان دولت افغانستان به نظر شما چه امکانات در اختیار داره چه کرده میتونه تا جلب همچون حملات را بگیره و خصوصا جلب خشونت های فرقوی در افغانستان را بگیره بر مردم آگاهی آما بده که در پشت سر از این اهداف سیاسی است وعدت کلان ملی ما را صدمه میزنه ما را به گروپ مذهبی تقسیم میکنه باید حمایت از کسایی که مظلوم است از اونا پشتیبانی شود و مردم افغانستان باید به طور کل این دایر این ظلمی که برق اله تشایی شده بخیزن مظاهره کنن نکویش کنن اعمال طالب دایشه آنچنانی که امریکایی عمل کردن در قندوز ده اوجه طالبان در خانه مردم ملکی رفته بودند و چند کماندان طالبان کشته شد مردم مظاہرہ کردند چرا امریکایات این رقم عملیات میکنند که تلفات تلفات با مردم غیر نظامی وارد میکنه امروز عین وظیفه وجدانی و اخلاقی را مردم افغانستان دارند که به این شکل حرکت کنند و نکویش کنند این عمل طالبان که بی گناح میکشه